رونق بورس در دوران رکود اقتصاد ایران، آیا پایان این مسیر تورم است؟ لحظه های شادی بعد از ماه ها نگرانی، گزارش اختصاصی بی بی سی از خانه سالمندانی که کرونا را شکست داد. و انفجار بیروت با مهاجران و کارگران خارجی چه کرد؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. بورس در هفته های اخیر دچار ریزش شده، اما حتی در دوره‌ای که رو به رشد بود برای بسیاری بیشتر نگران کننده بود تا اطمینان بخش. شیدا هوشمندی در گزارشی به این پرسش پاسخ داده که چگونه با وجود رکود عمیق در اقتصاد، بورس تهران توانست در دوره‌ای رونق کم سابقه ای تجربه کند و چه هشداری در پس این رشد نهفته بود. زمستان 1398، ویروس کرونا همه گیر شده. بورس های بین المللی گرفتار بحران. از وال استریت نیویورک تا سیتی لندن، از دویچه بورس فرانکفورت تا بورس توکیو با پشتوانه قوی ترین اقتصادهای جهان، هیچ یک تاب مقاومت در برابر افت شاخص را ندارند. اما بورس تهران معجزه می کند. شگفتی اینجاست که در این دوره اقتصاد ایران علاوه بر بحران کرونا در محاصره یکی از سخت ترین تحریم های تاریخ و رکود عمیق است. نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 98 -7% و نرخ تشکیل سرمایه نزدیک به -6% است. اما در همین دوره شاخص کل بورس 187% رشد کرده. شرکت‌های بورسی از انجام ابتدایی‌ترین امور خود ناتوان هستند، اما قیمت سهام آنها رکورد افسانه‌ای می‌شکند. پاسخ این نامعادله در یک خط خلاصه می‌شود: رشد قیمت سهام ناشی از رشد نقدینگی و بازتابی از تورم است، نه رشد ارزش واقعی سهام. این تورم هم سطح قیمت‌ها رو بالا می‌بره، هم سطح کالاهای سرمایه‌ای رو. مونتا بسته به این که چه مقدار پول نقدینگی وارد کدوم بازار بشه و ساختار اون بازار چه شکلی باشه، میزان تحول اینا با هم فرق میکنه. برای اینکه نیروهای متفاوتی در این بازار کار میکنن. فقط بورس رو بهش اشاره کنیم. پشت بورس سرمایه بسیار بزرگ دولتی داره تزریق میشه به صورت سهام دولتی و سهام دولت. طبیعی است که در اینجا ضمن اینکه بورس داره تعمیق میشه، در این حال شاخص ها به صورت تبزده بالا میرن. حجم نقدینگی در پایان سال 96 حدود 1,500,000,000,000,000 تومان بود. برآوردها حاکیست که تا پایان سال 99 نقدینگی از 3,000,000,000,000 تومان فراتر می رود. یعنی حجم نقدینگی که در 3 سال اخیر به وجود آمده معادل نقدینگی تولید شده از ابتدای رایج شدن پول در تاریخ ایران تا پایان سال 96 است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران این حجم از نقدینگی به تورم منتهی می شود. شما وقتی که تولیدتون رشد نمی کنه، نقدینگیتون رشد می کنه، تنها جوری که رابطه مقدار این پول قرار جور در بیاد اینه که فشار میذاره روی قیمت و فشار و بالا رفتن عمومی سطح قیمت ها شاخص CPI رو، کانسیومر پرایس ایندکس رو بالا میبره، اونو ما بهش میگیم تورم. رشد قیمت سهام در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از نرخ تورم بوده، چون قیمت دارایی‌ها می‌تواند نسبت به کالا و خدمات بیشتر جهش کند. افزایش قیمت دارایی‌ها مانند ملک، ارز، طلا، سهام و خودرو به شکلی که در سال اخیر در ایران رخ داده هشدار دهنده است. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان رفتار مالک یک خودرو را در شرایط تورمی بررسی کرد. خودرو به عنوان یک کالای با دوام برای خانوار ایرانی یک دارایی قابل اعتناست. پراید که یکی از ارزان ترین گزینه های ماشیندار شدن برای ایرانی هاست، در سال 96 بین 20 تا 25 میلیون تومان قیمت داشت. در ابتدای امسال 60 میلیون تومان بود و
و حالا قیمت آن در مرز 100 میلیون تومان نوسان می‌کند. ممکن است یک دارنده پراید خودرو خود را به وسیله ارزان‌تری مانند موتورسیکلت تبدیل کند و ما به تفاوت آن را صرف خرید کالا یا کالاهای مصرفی کند. افزایش قیمت پراید با توجه به رشد تورم سودی نصیب صاحب آن نکرده، اما جهش قیمت پراید برای او این فرصت را ایجاد کرده که سایر کمبودهای معیشتی خود را برطرف کند و در نتیجه متقاضی کالای مصرفی شود. در شرایطی مشابه شمار زیادی از صاحبان دارایی‌های مختلف از جمله سهام با گران شدن قیمت دارایی‌ها بخشی یا همه دارایی خود را می‌فروشند و کالاهایی می‌خرند که تا پیش از این تهیه آنها به دلیل تورم یا سخت بوده یا غیر ممکن. این اتفاق باعث افزایش تقاضای کل می‌شود و به رشد تورم دامن می‌زند. بانک مرکزی به خاطر نداشتن درآمدهای نفتی فشار رو شکل نقدینگی ایجاد بکنه، به اصطلاح ساده پول چاپ بکنه. شما پولی که چاپ میکنید، پول دست مردم میاد تو چرخه اقتصاد، نقدینگی و سرعت ولاسیتی پول رو بالا میبره، این دوتا با هم مالتیپلایر افکت داره. بعد از 6 ماه یک سال با یک تأخیری متاسفانه چون تولید همراهش نمیتونه رشد بکنه، 1000 تا مانع برای رشد و صادرات روی تولید گذاشته شده، یک کمی تولید رشد میکنه، ما با تفاوتی که یه ذره تولید رشد کرده با 40% که مثلا شما نقدینگی رو بردید بالا، برمیگرده آهسته آهسته روی تورم دیده میشه. یعنی نهایتا تورم در بلند مدت میرسه به رشد نقدینگی. نقدینگی سرازیر شده به بورس باعث رشد تولید شرکت‌های بورسی نشده. از بهار 97 تا بهار 99 8 فصل پیاپی است که اقتصاد ایران رشد منفی دارد، ولی رشد بورس در این دوران مثبت بوده. به این ترتیب جذب نقدینگی در بورس حالا بیش از آن که رضایت بخش باشد هشدار دهنده است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. وضعیت شیوع ویروس کرونا در بیشتر نقاط دنیا همچنان بحرانی است و بیماری کووید 19 هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد. بعد از بیمارستان‌ها، حدود 1/3 قربانیان این بیماری در انگلستان در خانه‌های سالمندان بودند، اما بعضی از خانه‌های سالمندان توانستند جلوی شیوع را بگیرند و حتی یک مورد ابتلا هم نداشتند. به یکی از این خانه‌ها در شهر بولتون در شمال غرب انگلستان رفتم تا ببینم چگونه موفق شدند از سرایت بیماری جلوگیری کنند. آماده شدن برای بازدیدی که ماها غیر ممکن بود. پوشیدن تجهیزات حفاظت شخصی برای ورود به خانه سالمندانی که دستاورد مهمی داشته. حتی یک مورد ابتلا به کووید 19 بین ساکنان یا کارمندان خود نداشته. 16 مارس بود که ورود همه بازدید کنندگان غیر ضروری رو ممنوع کردیم. فقط خود کارکنان و افراد ضروری مثل پزشکا و پرستارها اجازه داشتن بیان. یه دستورالعمل نظافت در دوره شیوع بیماری صادر کردیم و با استفاده از شوینده های کلوردار همه سطوح رو تمیز کردیم. چون نمیدونستیم چقدر به کارکنانمون فشار میاد، شروع کردیم به گشتن دنبال کارکنان بیشتر. مطمئن نبودیم که وقتی این ویروس وارد بشه چطور عمل میکنه. برای همین یک برنامه مدیریت شیوع تهیه کردیم و البته لازم بود همه کارکنانمون آموزش ببینند. باید میدونستند که با چه چیزی ممکنه روبرو بشن. روی کار همه کارکنان در این دوره نظارت میشد. خانه سالمندان ویدینز بیمارانی را که به دلایل بیماری‌های دیگر در بیمارستان بستری بودند و به خاطر کمبود تخت در بیمارستان‌ها مرخص شدند بدون انجام آزمایش کووید 19 نپذیرفت. این موضوع در کنترل ویروس در این آسایشگاه مؤثر بوده. کارکنان آسایشگاه فکر می‌کنند وقتی همه‌گیری آغاز شد از توصیه‌نامه رسمی مشخص خبری نبود، اما از اواخر ماه مارس شورای شهر کارگروهی را با عنوان تیم کیفیت تشکیل داد که به آسایشگاه‌ها خدمات مختلفی ارائه می‌دهد. تجهیزات حفاظت شخصی یا PPE، ضد عفونی کننده، کمک هزینه‌های کنترل عفونت و تماس‌های هفتگی برای اطمینان از شرایط آسایشگاه.
فراهم کردن امکان آزمایش ساکنان و کارکنان یکی دیگر از مهمترین کمک‌های این تیم است. 80 نفر کارمند داریم و همه باید آزمایش بشن. هر هفته دوشنبه شروع می‌کنیم که تا جمعه تکمیل بشه. من ساعت کارم رو عوض کردم و صبح زودتر میام که بتونیم تستا رو انجام بدیم. آزمایش ماهانه ساکنان هم هست. 65 ساکن داریم و 80 کارمند که همه باید ظرف یک هفته آزمایش بشن. حجم کار خیلی زیاده و همه چی باید تو کامپیوتر هم ثبت بشه. ولی تا حالا که خوب پیش رفته. خانه سالمندان ویدینز از اواسط ماه مارس به روی همه به جز افرادی مثل پزشکان و پرستاران که بازدیدشان ضروری بود بسته شد. این موضوع هم به نداشتن مورد ابتلا به کرونا در این آسایشگاه کمک کرد. اما برای خانواده ها و ساکنان که نمی توانستن عزیزانشان را ملاقات کنند، سخت بود. طبعا ساکنینی داریم که دچار زوال عقل هستند و نمی دونستن که چه اتفاقی افتاده. عادت داشتن که به دیدن خانواده هاشون برن و نمی تونستن درک کنن که چرا نمی تونن برن بیرون یا چرا خانواده هاشون نمی تونن به دیدنشون بیان. ویدین ساکنانش را به استفاده از تماس‌های تلفنی ویدئویی با کمک پرستاران تشویق کرد تا بتوانند با خانواده‌هایشان در ارتباط باشند و احساس انزوا نکنند. وقتی که یک دفعه قرنطینه شروع شد، گفتن هیچ کس اجازه ملاقات نداره. فکر کنم این مسئله برای خانواده‌ام زجرآور بود. من دو دختر و یک پسر دارم. خانواده‌ام خیلی خوب با مسئله برخورد کردن. قضیه اینه که میدونن و کارکنان ارشد اینجا بهشون اطمینان داده بودن که وقتی که توی ویدینز سر کار باشن میتونن پیام خانواده رو به من برسونن یا بچه‌ها باشون تماس بگیرن و اونا تلفنو بیارن اتاق من که بتونم 5 دقیقه باشون صحبت کنم. ازم میپرسن حالت چطور عزیزم؟ چیز خاصی لازم داری؟ میدونی فکر کنم خیلی خوب جواب داد. از شروع همه‌گیری ممنوعیت دیدار نزدیکان اکثر ساکنان خانه‌های سالمندان رو تحت فشار روحی قرار داده. به همین خاطر بعضی از این آسایشگاه‌ها محل‌های ویژه‌ای رو برای ملاقات فراهم کردند تا امکان ملاقات بدون نگرانی از انتقال ویروس رو فراهم کنند. برای فراهم کردن امکان ملاقات‌های خانوادگی بدون خطر انتقال ویروس، ویدینز این چادر را در حیاط برپا کرده. به طور همزمان فقط 3 خانواده و از هر خانواده فقط 2 نفر می‌توانند با وقت قبلی به ملاقات بیایند. هاوارد و سو فلچر به ملاقات کاتلین مادر هاوارد آمدند که همین چند روز پیش 100 ساله شد. خوشحالن که میتونن ببیننش. فکر کنم 5-6 هفته طول کشید تا بتونیم حتی از پنجره براش دست تکون بدیم. برای یه آدم تقریباً 100 ساله که فراموشی ناشی از دمانسش هم داره شروع میشه، نگران بودیم نکنه یادش بره ما کی هستیم. این کار آسایشگاه خیلی خوب بوده. اینجا میتونیم مادرم رو ببینیم. تنها مسئله اینه که نمیتونیم بغلش کنیم یا ببوسیمش. اما مدیریت واقعا عالی بوده. خیلی خوب عمل کردن. محدودیت ها کمتر شده و نگرانی از موج دوم بیشتر. برای اینکه این خانه را همچنان از ویروس در امان نگه دارند، قرار است همه ساکنان و کارمندان واکسن آنفولانزا بزنند و ظرفیت آزمایش و ردیابی را بالا ببرند. به نظرم ما آماده ایم که موج دوم احتمالی ویروس کرونا اتفاق بیفته. کاملا میدونیم که باید چه کار کنیم. تمام وسایل مورد نیاز را تا جایی که میشد تهیه کردیم. آماده ایم. تنها مسئله اینه که کارکنانمون خستند. تازه داریم از موج اول بیرون میاییم. برنامه موسیقی هفتگی روحیه ساکنان را تقویت میکند. البته با رعایت فاصله گذاری اجتماعی. بعد از همه مسائل چند ماه گذشته، این لحظه های شادی غنیمت است. فتانه فرج اللهی، BBC بولتون.
یک ماه از انفجار در بندر بیروت می‌گذرد، انفجاری که حدود 200 کشته بر جا گذاشت و بسیاری را نه فقط در لبنان که در گوشه و کنار جهان سوگوار کرد، از اتیوپی تا سوریه. در میان کشته شده ها تعدادی از کارگران خانگی مهاجر هم بودند که تنها به امید تأمین زندگی خانواده هایشان در کشورهای غالبا فقیر در لبنان با دستمزدهای پایین کار می‌کردند. در این انفجار بیش از 30 پناهجوی اهل سوریه هم کشته شدند که لبنان برایشان تنها مأمن بود. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد با خانواده بعضی از این کشته شدگان صحبت کرده. مراسم سوگواری به سبک مسیحیانه اتیوپیایی، اینجا در کلیسایی در قلب بیروت. دوستان اتاتو گرد هم آمدند تا رفیقشان را بدرقه کنند برای آخرین بار. او 10 سال بود که در لبنان به عنوان کارگر خانگی کار میکرد. برای تأمین خرج خانواده و تحصیل دخترش در اتیوپی. اتاتو قرار بود اوایل پاییز برای همیشه به خانه برگردد. دخترش فکر می‌کرد که روزهای دوری از مادر به سر رسیده. اون فقط مادرم نبود، بهترین دوستم بود. تفاوت سنی ما خیلی کم بود چون مادرم تو سن پایین بچه دار شده بود. برای همین مثل خواهر بودیم. همه ی آرزوش این بود که من درس بخونم و به جایی برسم. الان واقعا نمیدونم چطور بدون اون زندگی کنم. 1000 کیلومتر دورتر، اینجا در سوریه، انفجار بیروت دختر دیگری را یتیم کرده. وطن 3 روز پس از کشته شدن پدرش به دنیا آمد. ایمن 26 سال داشت و پیک موتوری رستورانی در بیروت بود. اولش باور نکردم. فکر کردم اشتباه شده. الان فقط از خدا میخوام که این بچه برامون آرام و قرار بیاره و جا پدرش رو پر کنه. اون واقعا خیلی شکل پدرشه. این روستا در رقه هم شاهد آشوب جنگ داخلی بوده و هم سالها سلطه داعش. شرایطی که ایمن از آن به لبنان پناه برده بود. اما با آرام‌تر شدن اوضاع و پس گرفته شدن روستا از داعش، او امیدوار بود زندگی آینده‌اش را همین جا بسازد. یعنی طبعاً بعثنا المخطط ورسم تلحبها قلبه. هر چی در لبنان پول در می آورد میفرستاد برای ساخت این خونه. برای هر گوشش کلی نقشه داشت. میخواست زودتر بیاد و با زن و بچه‌اش زیر این سقف زندگی خوشی رو شروع کنه. اما سرنوشت نقشه دیگه‌ای براش داشت. اما حتی پیش از انفجار هم زندگی در لبنان برای بسیاری سخت شده بود. بحران اقتصادی شدید از یک طرف و کرونا از طرف دیگر، صدها کارگر خانگی و مهاجر و پناهجو را از کار بیکار کرد. انفجار بیروت برای آنها ضربه آخر بود. این تظاهرات گروهی از کارگران در مقابل سفارت کنیا در بیروت. فریاد می‌زنند می‌خواهیم به خانه برگردیم. تنها چیزی که لازم دارند یک بلیت هواپیماست که از عهده خریدش بر نمی آیند. لبنان اما برای بسیاری از سوری ها مانند ایمن و خانواده اش فقط جایی برای کار کردن نبود. اینجا مأمنی برای گریز از جنگ بود. برادر ایمن می گوید حالا حس می کند که پناهگاه روی سرشان خراب شده. ما عادی امن، لب سوریه و لب لبنان. بس به نهایه هیچ جا برامون امن نیست، نه سوریه نه لبنان. من و برادرم اینجا بزرگ شدیم و ازدواج کردیم و اینجا هم برامون وطن بود.
به خودم میگم تو این انفجار همه آسیب دیدن، لبنانی، سوری، خیلی های دیگه، اما باز نمیتونم هضم کنم. سوری ولا صار على لبناني صار على كل من راح له جريح هون او راح له فقيد هون. بیروت در این سالها برای خیلی ها مثل اتاتو و ایمن تنها جایی بود که شاید می توانستند آینده و رویاهایشان را بسازند. آرزوهایی که حالا برای همیشه زیر آوار انفجار دفن شدند. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، بیروت. اعتراضات آبان 98 یکی از خونین ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی بود. عفو بین الملل در گزارشی با عنوان ویرانگران انسانیت، بازداشت های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان 98 در ایران نگاهی به وضعیت این بازداشتی ها کرده. به گفته این سازمان حقوق بشری در آبان 98 نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به فهرست بلند بالایی از نقض حقوق بشر دست زدند. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ با این هشدار که این گزارش حاوی تصاویر و جزئیات آزاردهنده است. آبان 98 یکی از خونین ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بود. اعتراضاتی که قربانیانش کم نبودند. سوالات و ابهامات زیادی درباره کسانی که کشته شدند و عاملان و آمران کشتار معترضان و حتی آبران و کودکان وجود دارد که تا امروز کسی نه پاسخگو بوده و نه محاکمه شده. اما بازداشت شدگان آبان هم کم نبودند. حالا عفو بین الملل در گزارشی مفصل با عنوان ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه نگاهی کرده به وضعیت بازداشت شدگان آبان ماه. در همان ابتدا یکی از نمایندگان مجلس از بازداشت بیش از 7000 نفر در آن روزها خبر داد. عفو بین الملل میگوید مشخصات 500 نفر از بازداشت شدگان را ثبت کرده و گزارش را بر اساس مصاحبه‌های عمیق با 60 نفر از قربانیان یا بستگان و نزدیکان آنها تهیه کرده. بر اساس این گزارش صدها کودک در جریان اعتراضات آبان دستگیر شدند که بعضی از آنها تنها 10 سال سن داشتند. بخش مفصلی از این گزارش به شکنجه‌های گسترده بازداشت شدگان می‌پردازد، از جمله حبس انفرادی طولانی مدت، ضرب و جرح، آویزان کردن و نگه داشتن در وضعیت‌های دردناک، شوک الکتریکی، تحقیر و خشونت جنسی، الغای حس خفگی با آب، تهدید به مرگ و اعدام نمایشی و تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی. بعضی از بازداشت شدگان در حالی به زندان منتقل شدند که گلوله خورده بودند یا در حمله نیروهای امنیتی به شدت زخمی شده بودند و در چنین شرایطی مورد شکنجه هم قرار گرفتند، مثل صدای بازسازی شده این زندانی که به عفو بین الملل شرایطش را اینطور توصیف کرده: داشتم فرار می‌کردم که یک دفعه دیدم زیر کمرم گلوله خورد. چند هفته بعد از عمل جراحیم دستگیر شدم. منو انداختن توی یک سلول انفرادی. شب‌ها بالای سرم کولر روشن می‌کردن، طوری که از سرما یخ می‌زدم. سلول کثیف و پر از موش و مارمولک بود. جای زخمم درد می‌کرد و عفونت کرده بود، ولی باز هم از زیر سرم من رو برای بازجویی می‌بردن. بازجو فشار می‌آورد که یک اعترافنامه از پیش نوشته شده رو امضا کنم و تهدید می‌کرد که اگه همکاری نکنم اون جایی که تیر خورده بودم رو می‌زنه. این هم صدای یکی از بازداشت شدگان در زندان شیراز است که به ما رسیده که به دلایل امنیتی بازسازی شده. اونجا ما رو لخ کردند و دوباره کتکمون زدند. بعد یکی یکی بازجویی می‌کردند. بازجوی اول به من گفت دوربین رو شکستی. من گفتم چه کار به دوربین شکستن دارم من؟ با این قد و قوارم چطور میتونم دوربین رو بشکنم؟ تفکیکمون کردند و جدا شدیم. بعد من رو بردند اطلاعات. بازجو اومد همونجا گفت دوربین شکستی. گفتم نه. گفت خب بانک هم که آتیش زدی. گفتم تو این چند روز دوربین بود، حالا شد بانک. به واد کتک و فحش میگرفتن من رو و میگفتن باید امضا کنی. منم امضا نکردم. در روند بازجویی ها به این زندانی گفته میشود مادرش بر اثر حمله قلبی در بیمارستان است و اگر میخواهد با او صحبت کند باید اقرارهای مورد خواسته بازجو را امضا کند. او امضا میکند. رفتیم دادگاه بعد از 2 هفته. توی دادگاه شعبه 120 کیفری 2 به ما 7 سال اشد دادن آقای محمودی. شعبه 1 دادگاه هم 5 سال اشد داد. الان من 12 سال حبس دارم. نمونه های دیگری از گفته های زندانیان به عفو بین الملل.
همه جور شکنجهی که فکرشو بکنید ما کرد. میگفتن که مردن شما مثل اینه که سگ بمیر. خیلی برامون مهم نیست که تو بخوای بمیری یا زنده بمیر. دیارزوی مردن میکردم. یعنی اونجا آدم به این نقطه میرسه که مردن بهتره تا اینکه بخواد دست اینا باشه. ناپدیدسازی قهری و نگهداری زندانیان در بازداشتگاه‌های بی‌نام و نشان و بی‌خبری خانواده‌ها از محل نگهداری عزیزانشان از دیگر مواردی است که در گزارش عفو بین‌الملل به آن اشاره شده. اکثر شکنجه‌ها و فشارها به بازداشتگان برای گرفتن اعترافات اجباری خواسته بازجوها بوده. اعترافاتی که در روند دادرسی و در دادگاه‌ها علیه بازداشتگان استفاده شده. مانند صدور حکم اعدام برای 3 جوان به نام‌های امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که گفتند تحت شدیدترین فشارها مجبور به اعتراف شدند. قربانیان اعتراضات آبان تنها معترضان به گران شدن بنزین در خیابان نبودند که بعضی از آنها عابران و رهگذران و حتی کودکانی بودند در راه مدرسه. برای خانواده هایی که عزیزی از دست دادند و یا کسی را در زندان دارند، مهمترین خواسته برگزاری دادگاه های عادلانه و پاسخ به این سوال است: چرا این همه خشونت؟ مریم افشنگ، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.